مارادونا، مرد ماجرای دست خدا. مارادونا هندل دی بال اینتو دی گول، دیدنت هی؟ و گل قرن. هی دی بست پلیر این دی ورلد. هی سامثینگ ماجیک اباوت هیم. اسطوره فوتبال که جام جهانی رو برد. یه شخصیت سرکش با جایگاه بی‌نظیر در ذهن و قلب ناپل و جایگاه بی‌نظیر در ذهن و قلب بارسلونا. او هر دو شهر تحت تأثیر قرار داد، اما دو باشگاه شاهد نسخه‌های اندکی متفاوت از دیگو بودند. به مارادونایی که سال 82 پا به پایتخت کاتالونیا گذاشت، به چفی استعداد درجه یک نگاه می‌شد و رکورد نقل انتقالات برای خرید شکسته شد. بازیکنی که با دستور دولت نظامی وقت آرژانتین غیر قابل انتقال دونسته می‌شد، با بزرگترین انتقال تاریخ از این کشور رفت. نبوغی که در اولین فصلش به رخ می‌کشید، نهایتاً حاصلی نداشت. کمی بعدتر در همون فصل یه چهره آشنا به باشگاه ملحق شد. مربی آرژانتین قهرمان جهان سزار لوئیس منوتی مارادونا رو به قهرمانی کوپا دل ری رسوند. در اکلاسیکوی در جام کم دوام کوپا دل لیگا مارادونا به اولین بازیکن بارسا تبدیل شد که مورد تشویق طرفدارای رئال قرار می گرفت. اما امیداش به اوجگیری در لباس بارسا خیلی زود کم رنگ شد. در سپتامبر 83 و در شروع فصل دومش یه تکل خشن از آندون گویگوچا ملقب به قصاب بیلبائو فصل مارادونا رو به دو شقه تقسیم کرد. در فینال کوپا دل ری سال 84 بارسا و بیلبائو یه بار دیگه به مسافه هم رفتند. جنگی که این بار بالا گرفت. تیم باسکی برنده شد و با سوت پایان زد و خوردهای گسترده‌ای با حضور پررنگ ستاره آرژانتینی شروع شد. برخوردهای خشن فیزیکی کلامی صبر پسر بزرگ شده در حاشیه بوینس آیرس لبریز کرد. کمی بعد بارسلونا رو ترک کرد تا در یه سرزمین دیگه میراث متفاوتی از خودش به جا بذاره. مقابل چشم 75 هزار نفر در ورزشگاه سان پائولو ناپل به جمعیت سلام کرد. یکی از فقیر نشین ترین مناطق ایتالیا گرون قیمت ترین بازیکن ایتالیا و جهان را خریده بود. شروع ماجرای عاشقانه الپیبه با مردمی که مثل خودش خواستگاهشون طبقه محروم جامعه بود. تابستان 86 آرژانتین با کاپیتانی او به قله جهان رسید و در این راه انگلیس رو در مسابقه خاطر انگیز از اوقابل برداشت. ناپل از این قهرمان جهان به گرمی استقبال کرد. ناپولی هرگز در بالاترین سطح ایتالیا قهرمان نشده بود، اما قبل از تابستان 87 ستاره هنرمند آمریکای جنوبی جنوب ایتالیا رو بالاخره به اولین اسکودتو رسوند. دیوارنگارهاش هنوز باقی موندند. مادران اسم این شهروند افتخاری ناپ رو فرزندانشون میذاشتن. سال 88 آقای گل لیگ شد و سال 89 با غلبه و بانوی پیر و شکست اشتوتگارت در یه فینال رفت و برگشتی قهرمان جام یوفا شد. ناپولی به اولین و تا امروز تنها جام اروپاییش رسید. بعد دو نایب قهرمانی پیاپی، دومین قهرمانی ناپولی در سری آ هم در 1990 از راه رسید. وقتی ناپولی‌ها رو متقاعد کرد در تقابل ایتالیا و آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 90 در شهر ناپل طرفدار آرژانتین باشن، قدرتش دست نیافتنی به نظر می رسید. اما خارج زمین بازی اوضاعش اونقدر مطلوب پیش نمی رفت. اعتیاد به مواد مخدر و رابطه با مافیای محلی مدام چهرهشو خدشه‌دار می‌کرد. بعد از محرومیت 15 ماهه به خاطر مصرف مواد غیر مجاز، ناپل رو با تلخی ترک کرد. اما بعد چند دهه در چشم طرفدارای ناپولی جایگاهش ذره‌ای متزلزل نشده. دوره 7 ساله حضورش در ناپل از این ستاره یک قدیس ساخته بود. باشگاه شماره 10 رو بایگانی کرد تا خاطره بهترین گذران وقت تاریخ باشگاه رو تا ابد زنده نگه داره. در روزی که ناپولی قرار به مصاف باشگاهی بره که مارادونا فوتبال اروپا رو در اون آغاز کرد، نباید فراموش کنیم که ناپل شهری بود که شاهد درخشش واقعی او بود.